نام و یاد خدا. با درس ششم اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در خدمت شما عزیزان هستم. در این فصل می‌خوایم در رابطه با تعریف سلامت و مراقبت‌های سلامتی مطالبی رو خدمت شما داشته باشیم. سلامت یا هلث رو چی میتونیم تعریف کنیم؟ بقراط جزو اولین کسانی بود که سلامت رو در تعادل بین اخلاط بدن میدونست. یعنی میگفت بین صفرا و سودا و بلغم و خون اگه تعادلی برقرار باشه این فرد سالم. دانشمندان دیگه به جای موضوع اخلاط بدن از تعادل اثرات و ویژگی های اون اخلاط مثل سردی و گرمی، تری و خشکی و امثال اینها صحبت می کردن. ابن سینا سلامت رو تعادل کار اعضا و اندام های مختلف بدن تعریف می کرد. و اما بیماری چیه؟ بیماری رو نبود سلامت یا حالت ناخوشایندی که انسان حالا از درد، اختلال کار در اندام‌ها، به هم خوردن وضعیت طبیعی بدن، ضعیف شدن اعضای بدن و خطراتی که در کوتاه مدت و یا در دراز مدت آسایش جسمی، روانی و یا حیات انسان رو تهدید بکنه می‌دونن. سازمان جهانی بهداشت سلامت رو اینگونه تعریف میکنه. میگه سلامت عبارت هستش از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی. از سال 1998 به بعد معنای دیگه‌ای هم به این قسمت اضافه شد و سلامت رو با سلامت معنوی هم تعریف کردن. یعنی در سازمان بهداشت جهانی مفهوم بُعد معنوی سلامت هم مطرح شد. نقش حیاتی سلامت در جهان امروز به چه صورته؟ امروزه هسته اصلی و مرکزی توسعه پایدار رو انسان می‌دونن و سلامت رابطه علی با رشد اقتصادی ملی در جوامع داره. سلامت نامطلوب و بیماری‌هایی که قابل پیشگیری هستند میتونه علت عمده فقر و نگرانی در خانواده‌ها و جوامع باشه. در کشورهایی که در حال توسعه هستند، به خصوص نظام‌های سلامتشون عامل بسیار مهمی در ارتقای سلامت اونها میباشن. مراقبت‌های سلامتی چیست؟ گروهی از خدماتی که به افراد، خانواده‌ها و جوامع توسط ادارات بهداشت یا متخصصان بهداشت و درمان انجام میشه و به منظور ارتقا، نگهداری، پایش و افزایش سطح سلامت اونها هست، مراقبت بهداشتی درمانی گفته میشه. سازمان‌های بهداشتی رو میتونیم به انواع راه‌هایی که قابل تصور هستن ما سازماندهی و اداره بکنیم و کارمندای مختلف رو میشه در اونها به کار گرفت، از منابع مختلف هزینه‌ها رو تأمین کرد، ولی به هر ترتیب همه اونها در یک امر مشترک هستند. خدمت به مردم یعنی انجام خدمات تشخیصی، کمکی، درمانی، آموزشی و بازتوانی توسط کارکنان بهداشت و در بسیاری از کشورها مراقبت‌های بهداشتی یا به طور کامل و یا تا بخشیش جزء وظایف دولت هاست. امروزه نقش بخش خصوصی هم در ارائه مراقبت های بهداشتی قابل توجهه. ویژگی های مراقبت های بهداشتی چیست؟ ما میتونیم ویژگی هایی رو برای مراقبت های بهداشتی درمانی در نظر بگیریم. 7 ویژگی رو مرتبط با این مراقبت ها میدونیم. 1. مناسب بودن یا مربوط بودن، یعنی خدمات کلی مورد نیاز جهت رفع احتیاجات ضروری بدن. 2. جامع بودن، یعنی خدمات با بهترین ترکیب از خدمات پیشگیری، درمانی و ارتقایی باشه. 3. مسئله کافی بودن، یعنی ارائه خدمات بهداشتی درمانی متناسب با نیازهای افراد باشه. 4. در دسترس بودن، یعنی مراقبت بهداشتی درمانی باید به نسبت مناسب با جمعیت در اختیار اونها قرار بگیره. و بعد دسترسی داشتن، یعنی از نظر جغرافیایی، اقتصادی و یا به لحاظ فرهنگی ما بتونیم از اون مراقبت بهداشتی و درمانی بهره بگیریم. گاهی اوقات در دسترس هست ولی دسترسی وجود نداره، یعنی ممکنه که ما به تعداد مناسبی واحدهای بهداشتی و درمانی داشته باشیم اما به لحاظ فرهنگی مردم اون منطقه نخوان از اون واحد استفاده بکنن. حالا ممکنه که دلایل مذهبی، قومیتی
و یا عوامل دیگه‌ای دخیل باشه تو این موضوع. مسئله قابل پرداخت بودن از ویژگی‌های دیگه مراقبت‌های بهداشتی درمانیه. هزینه خدمات بهداشتی و درمانی باید در حد میانگین افراد و جامعه باشه و در نهایت عملی بودن، یعنی به لحاظ عملی روش‌ها و تدارکاتی که برای پشتیبانی در نظر گرفته میشه و یا نیروی انسانی و منابع مادی همه باید با هم هماهنگ باشن و به لحاظ عملی بودن قابل اجرا باشن در یک بخش. چه عواملی بر سلامتی ما مؤثر هستند؟ عوامل تعیین کننده سلامت و تندرستی رو ما میتونیم در 5 گروه قرار بدیم. یک، عوامل ژنتیکی و فردی. عوامل فردی مثل سن و جنس، شغل، طبقه اجتماعی و وضعیت تغذیه میتونن نقش مهمی در سلامت افراد داشته باشن. بعضی بیماری ها اساساً با عامل ژنتیک شناخته میشن. لذا افراد در بدو تولد درگیر یک بیماری هستند و وضعیت سلامتیشون از وضعیت استاندارد پایین تره. دوم، عوامل محیطیه. عواملی مثل آب و خاک، شرایط جغرافیایی، محیط اجتماعی و اقتصادی و عوامل بیولوژیکی محیطی میتونه تعیین کننده سلامتی مردم یک جامعه باشه. سوم، عوامل شیوه زندگی مردم، یعنی عادتهای غذایی، میزان تحرک یا عدم تحرک و نوع تفریحات و سرگرمی مردم میتونه تعیین کننده سلامت اونها باشه. چهارم، وسعت کیفیت ارائه خدمات. سیاست‌های بهداشتی جامعه و نحوه ارائه خدمات بر سلامت مردم جامعه بسیار تاثیرگذاره و عوامل دیگه‌ای مثل سطح سواد مردم، وضعیت کشاورزی، سیستم ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی و یا وضعیت جاده‌ها و نظیر این عوامل میتونن تعیین کننده سلامت یک جامعه باشن. اما وضعیت سلامتی در جهان ما الان به چه صورتی هست؟ ما میتونیم تولد یک نوزاد ژاپنی رو داشته باشیم با امید به زندگی 85 سال، با استفاده از مراقبت‌های کامل دوران کودکی، دوران بارداری برای مادر، انجام واکسیناسیون‌های مختلف و به موقع، همچنین دریافت خدمات به موقع درمانی، دارویی، توانبخشی و بنابراین سطح سلامتی بالا. در یک نقطه دیگه ای از دنیا میبینیم نوزادی در سیرالئون با امید به زندگی 35 سال، البته اگه دوران کودکیش رو بتونه بگذرونه، در صورتی که بسیاری از بیماری ها رو واکسینه نمیشه، در نوجوانی زندگیش رو به زندگی متأهل تبدیل میکنه، ازدواج میکنه، ممکنه 6 تا بچه به دنیا بیاره که حالا یکی از اونها بالاخره خواهد مرد و بعد هم دریافت نکردن خدمات به موقع و یا اساساً دریافت نکردن خدمات درمانی، خدمات دارویی، توانبخشی و امثال. بنابراین اون چیزی که تصویر جهانی سلامته میتونه وضعیت بسیار مطلوب و یا وضعیت بسیار نامطلوبی رو به ما نشون بده. یک شاخصی رو ما داریم به اسم شاخص امید به زندگی. شاخص امید به زندگی برای تشخیص متوسط طول عمر افراد یک جامعه هستش. این معیار به ما نشون میده که از هر فردی انتظار میره که چند سال تو اون کشور زنده بمونه. ما در سال 2012 امید به زندگی برای ایران رو 73.5 در نظر گرفتن که این رقم در مردان کمی پایین‌تر و برای خانم‌ها بالاتر هست. در صورتی که در همون سال عربستان سعودی امید به زندگی 75.5 و یمن 62.9 رو مطرح کرد. می‌بینیم که عوامل مختلفی می‌تونه بر امید به زندگی افراد جامعه اثر بذاره و کشورها می‌تونن بر اساس عوامل مختلفی امید به زندگی بالاتر و یا پایین‌تری داشته باشن. یکی از این عوامل شیوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه هست. دوم، سطح آموزش‌های سلامت تو رسانه‌های ملی و رسانه‌های فراگیره. سوم، سبک رایج زندگی افراد مثل نحوه تغذیه، نحوه تفریحات و نحوه کار و فعالیت. کمیت و کیفیت استرس‌های وارد شده به افراد از عوامل دیگه‌ایه که رو طول عمر اونها اثر می‌ذاره. میزان شادی‌های عمومی، سلامت محیط زیست، شرایط اقتصادی کشور و نقش تغذیه سالم در اینجا
بسیار مهمه. عوامل دیگه‌ای هم که نظیر عوامل ژنتیکی و نژادی و جنسیتی هم عواملی بود که بر امید به زندگی افراد تاثیر می‌ذاره. سازمان جهانی بهداشت در سال 2013 امید به زندگی رو در 222 کشور جهان اندازه‌گیری کرد و اعلام کرد که موناکو دومین کشور کوچک جهان بالاترین میزان امید به زندگی با میانگین 86.5 سال رو داره و بعد از اون کشورهایی مثل ژاپن، آندورا، سنگاپور و هنگ کنگ رتبه‌های دوم تا پنجم رو به دست آوردن. در این جدول ایران در رتبه 106 قرار گرفت به لحاظ میزان امید به زندگی. عوامل مختلفی میتونه بر امید بر زندگی ما اثر بذاره. به طور مثال ما به نقش شادی در افزایش امید به زندگی اشاره کردیم. بیش از 160 مطالعه نشون داده که افراد جوامعی که شادتر هستند زندگی سالمتر و طولانی‌تری دارند. از طرفی هرچه شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشوری مطلوب‌تر باشه و مردم از رفاه بیشتری برخوردار باشن، افراد شادتری هستند و طول عمر طولانی‌تری دارند. از طرف دیگه استرس با افزایش فشار خون و احتمال بیماری‌های قلبی و عروقی میتونه مرگ زودرس رو در جوامع ایجاد بکنه. ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جامعه از فاکتورهای مهمی بود که در افزایش امید به زندگی مؤثره. آموزش‌های عمومی در زمینه بیماری‌های واگیر و غیر واگیر هم از عواملیه که نباید نقش اونها رو فراموش کنیم. با مطالبی که گفته شد ما می‌بینیم که در جهانی که زندگی می‌کنیم بسیار گوناگونی رو در امید به زندگی و طول عمر افراد مشاهده می‌کنیم. اینجا می‌خوایم تصمیمات جهانی که گرفته شد برای اینکه چه کار بکنیم تا وضعیت بهداشتی و سلامتی و طول عمر همه مردم در کل جهان بهبود پیدا کنه رو بررسی کنیم. از جمله کارهایی که شده اعلامیه آلماتا و مراقبت‌های بهداشتی اولیه یا PHC هست که می‌خوایم به اونها بپردازیم. مسئله بهداشت برای همه تا سال 2000 به چه معنیه؟ کنفرانس بین المللی مراقبت‌های بهداشتی اولیه در 6 تا 12 سپتامبر سال 1978 در شهر آلماتای قزاقستان تشکیل شد و بیانیه‌ای در این کنفرانس مطرح شد و اعلام شد که ما باید به بهداشت برای همه تا سال 2000 دسترسی پیدا کنیم. Health for All یا HFA بیانیه‌ای بود که در این کنفرانس مطرح شد. هدف کلی در این بیانیه این بود که همه مردم جهان از سطح سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی برخوردار بشن که بتونن یک زندگی سازنده‌ای رو به لحاظ اجتماعی و اقتصادی داشته باشن. دستاورد این کنفرانس اعلامیه‌ای بودش که در 10 ماده تنظیم شد و هنوزم به عنوان یک سند معتبر در سازمان‌های بین‌المللی و در سطوح ملی کشورها مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد. برای دستیابی به هدف سلامتی برای همه، مراقبت‌های بهداشتی اولیه یا PHC معرفی شده. پس اینجا دو مفهوم مطرح میشه. یکی شعار سلامت برای همه یا HFA و یکی روش دستیابی به HFA یعنی PHC یا Primary Health Care. استراتژی هایی برای این منظور تدوین شد. در دهه 1980 استراتژی مراقبت های اولیه سلامت انتخابی عنوان کردید که بارزترین اون استراتژی GOBI هست، یعنی پایش رشد، درمان خوراکی کم آبی، تغذیه با شیر مادر و ایمنسازی. این موضوع اولین مرحله انحراف از مسیر اصلی PHC بود. به هر حال PHC طی 2 دهه بعد از 1978 از مسیر خودش به طرف کنترل بیماری‌ها و بهبود اثربخشی و اصلاحات مالی منحرف شد، اما بعد از 30 سال دوباره به چرخش و برگشتن به سمت مسیر اصلی حرکت کرد. در سال 2000 در اجلاس سازمان ملل که با شرکت 189 کشور جهان تشکیل شد، اهداف توسعه هزاره مشخص شد و آمدند و MDG رو مطرح کردند. یعنی نقش عوامل متعدد اجتماعی در سلامت و اهمیت اونها که این بار
دیگه میخواستن نادیده نگیرن اونها رو. فقر و نابرابری، بیسوادی و بنزل آموزش و سلامت محتویاتی بود که در اعلامیه جدید به اون تاکید کردن. در شعار سلامت برای همه تا سال 2000 نکات قابل توجهی وجود داره. اولا اینکه سلامت برای همه یک هدف واحد و محدود نیست، یعنی اینجوری نیست که ما یه مدتی به دنبال این موضوع بریم، به اون که رسیدیم تموم بشه و بریم سراغ موضوعی دیگه. این یک جریان مداومی هستش که به بهبود مداوم سلامت مردم مربوط میشه. سلامت برای همه به این معنی نیستش که ما در سالهای بعد از سال 2000 دیگه هیچ بیماری و ناتوانی نداریم و گروه پزشکی مراقبت‌های پزشکی رو برای همه مردم جهان تأمین می‌کنه و به این ترتیب ما به یک جامعه سالم می‌رسیم. منظور از شعار سلامت برای همه یعنی ایجاد امکانات و فرصت‌هایی که سطح سلامتی جامعه رو بالا ببریم. PHC پس از سال 2000. اهداف نوینی بعد از سال 2000 برای PHC تعریف شد به این ترتیب که ما اهدافی رو برای همه در قرن 21 مطرح داریم. مسئله افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی. دوم، ارتقای برابری در سلامت در بین کشورهای مختلف و در داخل هر کشور. و سوم، دسترسی همگانی به خدمات قابل قبول سلامتی. با بررسی‌هایی که کردن در سال 2000 دیدن که اهداف مورد نظر PHC در تمام کشورها محقق نشده. لذا اهداف جدیدی رو دوباره مطرح کردن و افق اون رو سال 2025 قرار دادن. در سال 2008 4 اصل برای PHC مطرح شد. یک، پوشش همگانی. یعنی تمام مردم در یک جامعه باید به مراقبت‌های سلامتی دسترسی داشته باشن که مطابق باشه با نیاز و تقاضای اونها و بدون توجه به قدرت پرداخت مردم در نظر گرفته بشه. دوم، خدمات مردم محوره. سیستم‌های سلامتی میتونن به سمت پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم به وسیله تأمین نقاط قرار گرفته در جوامع جهت داده بشن. همانند اون چیزی که در خانه‌های بهداشت در کشور ما دیده میشه. سوم، سیاست‌های عمومی بهداشته. بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت در خارج از بخش سلامت وجود دارند، مثل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی. چهارم، رهبری و مدیریت هست. سیستم‌های سلامت به طور طبیعی و خود به خود به مدل‌های مناسب‌تر و کاراتر و مؤثرتر تبدیل نمی‌شن. مدیریت مجبوره که بیش از اون که همش به دنبال فرماندهی و کنترل باشه، کارها رو انجام بده و اونها رو اداره کنه. باید تمام اجزای جامعه درگیر امور سلامت باشن، جامعه مدنی، بخش خصوصی، جوامع و بخش‌های تجاری درگیر بخش سلامت بشن و به این ترتیب بتونیم رشد سلامتی جامعه رو شاهد باشیم. چه شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری دستیابی به هدف بهداشت برای همه وجود داره؟ ما سیاست‌های شعار سلامت یا HFA برای همه تا سال 2000 رو میتونیم در این موارد بدونیم. زمانی که من واژه HFA رو استفاده می‌کنم، دقت داشته باشین که مفهوم سلامت برای همه تا سال 2000 رو منظور نظرم است. سیاست‌های این شعار به موارد زیر اطلاق میشه: سلامت و تندرستی حق همه مردمه. دوم اینکه توزیع عادلانه امکانات بهداشتی در بین کشورها و در درون کشورها یک اصل بسیار مهمه که باید مورد توجه قرار بگیره. سومین سیاست اینه که مشارکت فعال مردم رو باید در شکل دادن به شرایط بهداشتی و اقتصادی جامعه در نظر بگیریم. چهارمین سیاست مسئله تعهد سیاسی کشورها و دولتها به انجام شعار سلامت برای همه است. مورد بعدی، هماهنگی و همکاری بین سایر بخشها برای رسیدن به شعار سلامت برای همه. مورد بعدی، همکاری فنی و اقتصادی بین کشورها برای توسعه و اجرای استراتژی بهداشت برای همه نقش بسیار موثری داره و در نهایت همکاری و مسئولیت‌های بین‌المللی در این زمینه باید مد نظر قرار بگیره. برای ارزشیابی و مقایسه کشورها از نظر اینکه چقدر به شعار سلامت برای همه دست داشتن و دسترسی داشتن،
میتونیم از این شاخص ها بگیم استفاده میشه. یک پذیرش شاخص HFA توسط مقامات سطح اول اون کشور چه مقدار بوده؟ جلب مشارکت مردم در تأمین سلامتشون به چه صورتی انجام گرفته؟ تخصیص حداقل 5% از تولید ناخالص ملی برای سلامت آیا در کشور انجام شده؟ صرف درصد منطقی از بودجه ملی سلامت برای مراقبت‌های بهداشتی محلی. شاخص بعدی، آیا توزیع عادلانه‌ای از منابع در مناطق شهری و روستایی اتفاق افتاده؟ مورد بعدی، میزان نیاز به کمک‌های خارجی آیا مشخص هست؟ برخورداری تمام جمعیت از مراقبت‌های بهداشتی اولیه آیا لحاظ شده؟ تغذیه مناسب برای کودکان منظور شده؟ آیا ما کاهش میزان مرگ و میر شیرخواران رو در کشور می‌بینیم؟ آیا امید به زندگی بی بیش از 60 سال رسیده؟ با سوادی به بیش از 70% برای افراد بزرگسال رسیده؟ و شاخص بعدی و نهایی، آیا افزایش سرانه تولید ناخالص ملی به بیش از 500 دلار آمریکا رسیده؟ اینها شاخص‌هایی هست که در کشورها با اندازه‌گیریشون میتونن به مقایسه بپردازن و میزان دستیابی به HFA رو اندازه بگیرن. اینجا ما صحبت از مراقبت‌های بهداشتی اولیه، یعنی راهی که برای رسیدن به HFA مطرح شده رو مطرح می‌کنیم. مراقبت‌های بهداشتی اولیه یا PHC در همه کشورها به عنوان کلید رسیدن به بهداشت به همه تا سال 2000 شناخته میشه. مراقبت‌های بهداشتی اولیه مراقبت‌های اساسی هستند که توسط نظام بهداشتی با یک روش عملی و علمی قابل قبول از لحاظ تکنولوژیکی، قابل تحمل از نظر هزینه و با مشارکت کامل مردم و روحیه خود اتکایی افراد و خانواده ها ارائه میشه. فلسفه PHC چیه؟ فلسفه این شعار و این روش اجرایی اینه که سلامتی حق مسلم انسان هاست و توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی و منابع اجتماعی اقتصادی میتونه بخشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه باشه. در همه کشورها، اهم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، ارزش یکسانی داره، ولی در هر کشوری به یه شکل خاصی با توجه به شرایط و امکانات اون کشور به اجرا در میاد. ویژگی های PHC چیه؟ ما 6 ویژگی رو برای خدمات PHC مطرح میکنیم. 1. مناسب بودن. یعنی خدمات باید بتونن نیازهایی که مورد نظر هست رو رفع بکنن. پس خدماتی که ارائه میشه باید بتونه نیازها رو رفع بکنه. 2. کافی بودنه. یعنی خدمات به اون اندازه‌ای باشن که این نیازها رو برآورده بکنن. 3. جامع بودنه. تمام سطوح پیشگیری رو در بر بگیره. یعنی شامل کلیه خدماتی بشن که از درمان بیماری‌ها، توانبخشی بیماری‌ها تا سطوح پیشگیری اولیه، یعنی قبل از اینکه به بیماری مبتلا بشیم رو در بر بگیره. 4. قابل دسترس بودنه. یعنی نسبتی از جامعه که به تعدادی از واحدهای ارائه کننده خدمت دسترسی دارند. بعدی اصل قابل پرداخت بودنه. یعنی حتما ما با خدمات PHC مون کمترین هزینه را داشته باشه و حتی الامکان رایگان باشه. و در نهایت عملی بودن به لحاظ تدارکات، پرسونه و منابع، این خدمات بتونه در هر منطقه جغرافیایی یک کشور قابل اجرا باشه. اصولی رو هم برای PHC مطرح کردن. اول مسئله اصل برابری و عدالت یا اکویتی. منابع بهداشتی و درمانی باید به صورت برابر در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیرن. برای اینکه مطمئن بشیم که دسترسی برابر اتفاق افتاده، باید ببینیم مناطقی که مراقبت‌های بهداشتی بیشتری نیاز دارن، آیا اونها هم به خدمات دسترسی پیدا کردن؟ 2. اینکه مسئله مشارکت مردمی مطرح میشه. سلامت به وسیله مردم و قرار دادن سلامت مردم در دست خود اونها در این اصل مطرح میشه. بر اساس این اصل PHC میگه محدودیت ها و مخاطرات مشارکت مردمی در چیه و منافع اون در چیه. ما زمانی که میایم و بحث مشارکت مردم رو در به دست گرفتن سلامت خودشون در دست خودشون مطرح میکنیم، یه سری مشکلاتی ممکنه ایجاد بشه
و این مشکلات خیلی شبیه مشکلاتیه که ما در بحث عدم تمرکز مطرح کردیم. مسئله سلب مسئولیت دولت، تهدید اقتدار سیاسی و پروبال دادن به برگزیدگان محلی و مقامات محلی و یا احتمال ایجاد یأس در صورت شکست هم از محدودیت‌های مشارکت‌های مردمی است. سوم مسئله همکاری بین بخشی هست. در اصول PHC مطرح می‌کنیم که سلامتی پدیده‌ای هستش که با همکاری تمام بخش‌ها و سازمان‌هایی که حتی خارج از سازمان‌های بهداشتی درمانی هستند تأمین میشه. سازمان‌ها در قفس‌ها و جزایر جداگانه‌ای قرار نگرفتن. کار اونها به همدیگه مربوط هست. ما نمیتونیم نقش بخش‌های دیگه اجتماع رو در بخش سلامت در نظر نگیریم. چهارمین اصل مسئله تکنولوژی مناسب هستش. تکنولوژی مناسب یعنی تکنولوژی که تا حد امکان ارزان باشه، البته بدون اینکه کیفیت به خطر بیفته، چون اگه بخوایم با صرفه جویی کردن از کیفیت بکاهیم این کار ارزش کار رو میاره پایین. دوم اینکه تا حد ممکن آسان در حد منطقه در نظر گرفته بشه، یعنی اینکه افراد راحتی بتونن از اون استفاده بکنن و نیاز به تخصص خیلی بالایی نداشته باشه. سوم اینکه متکی به مواد و قطعات محلی باشه، در صورتی که نیاز به تعمیرات باشه بتونیم اونها رو تعمیر بکنیم، به کارگیرنده نیروی محلی باشه، مشوق و تسهیل کننده تولید محلی و تجهیزات و قطعات اون باشه، مشارکت مردم رو تسهیل بکنه، سازگار با ارزش‌ها و اولویت‌های محلی باشه و در نهایت اینکه قابل قبول جامعه و مراکز بهداشتی باشه. پنجمین اصلی که در PHC مطرح میشه اصل ادغام یا جامعیت خدمات. مراقبت‌های بهداشتی اولیه یک رویکرد جامع بر اساس مداخلات زیر هست. مداخلات ارتقایی یعنی برخورد در سطح جامعه با علل اساسی که بر سلامت تأثیر می‌ذارند. دوم مسئله مداخلات پیشگیری کننده. این مداخلات کاهش دهنده بروز بیماری‌ها هستند. یک سری از مداخلات درمانی هستند که سبب کاهش شیوع بیماری و یا توقف پیشرفت بیماری میشن. یک سری از مداخلات بازتوانی هست. این مداخلات سبب کوتاه کردن نتیجه یا عوارضی هستش که به مشکلات سلامتی افراد مربوط میشه. ششمین اصل PHC اصل تفیض اختیاره، یعنی باید عدم تمرکز ایجاد بشه و ما اجازه اشتباه کردن رو بدیم. اما محاسن تفیض اختیار چیه؟ افزایش بازدهی، ازدیاد علاقه نسبت به انجام وظایف در کارکنان، تقویت همکاری‌های دست جمعی، تکامل فردی و جلوگیری از اتلاف وقت مدیران. PHC یا مراقبت‌های اولیه بهداشتی از اجزایی تشکیل شده. اجزای PHC عبارتند از آموزش سلامت، به خصوص آموزش در خصوص مشکلات معمول بهداشتی، پیشگیری و روش کنترل بیماری‌ها، بهبود تغذیه، مراقبت‌های مادران، کودکان و تنظیم خانواده، تأمین آب سالم و بهسازی محیط زیست، مسئله بهداشت حرفه‌ای، واکسیناسیون یا ایمنسازی، پیشگیری و کنترل بیماری‌های شایع بومی، فراهم کردن امکاناتی برای تشخیص و درمان مناسب، پیش‌بینی و تدارک داروهای اساسی، سلامت روان، سلامت دهان و دندان، پیشگیری از سوانح و حوادث و کنترل بیماری‌های غیرواگیر. این اجزا باید در هر یک از مناطقی که خدمات بهداشتی و درمانی رو اعمال می‌کنیم وجود داشته باشه. بنابراین کاری هستش که از هر واحد ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی ما انتظار داریم که ارائه بده. مراقبت‌های بهداشتی اولیه رو در سطوح مختلفی در سطح جامعه می‌تونیم ارائه بدیم. این سطوح کدوم هست؟ ما سطوح PHC رو در 3 سطح در نظر میگیریم. سطح اول مراقبت‌های بهداشتی اولیه ضروری هستش. سطح دوم مراقبت‌های پیچیده‌تر شامل خدمات درمانی ضروریه و سطح سوم ارائه خدمات شامل خدمات تخصصی و فوق تخصصی و پشتیبانی خدمات دو سطح
اول و دوم میشه. مسئله PHC و دسترسی به خدمات چیه؟ فلسفه اصلی توی مراقبت‌های اولیه بهداشتی این بوده که توزیع منابع بهداشتی به صورت عادلانه در اختیار همه مردم قرار بگیره. این هدف وقتی تحقق پیدا میکنه که وسیع‌ترین و اولیه‌ترین نیازهای جامعه تا حد امکان بیاد و نزدیک محل کار و زندگی مردم قرار بگیره و به این ترتیب مردم خیلی راحت دسترسی داشته باشن به خدمات. از طرفی مراقبت‌های بهداشتی اولیه بر اساس این واقعیت هستش که خیلی از مشکلاتی که مربوط به سلامتی هستش مربوط به سطح پایینی از هرم PHC هست. بسیاری از مشکلاتی که مربوط به سلامت مردم میشه مشکلاتی هستش که در رابطه با تامین آب آشامیدنی، وضعیت سلامت محیط زیست، آموزش‌های ابتدایی سلامت در زمینه بهداشت دهان و دندان یا استفاده از واکسیناسیون و یا استفاده از داروهای اساسی هست. لذا اومده شده و در PHC مراقبت‌های مورد نیاز مردم به اجزایی تقسیم شده تا اونها رو در اختیار افراد در نزدیکترین محل در اختیار اونها بذارن. سطوح ارائه مراقبت‌های اولیه رو در این شکل شما مشاهده می‌کنید. مراقبت‌های بهداشتی اولیه می‌تونه در سطوح پایین‌تر شامل خدمات ارتقای سلامت، پیشگیری و یا خدمات پایه درمانی باشه که توسط خونه‌های بهداشت یا پایگاه‌های بهداشتی و درمانی و یا همون مراکز بهداشتی و درمانی در سطح شهر و روستا ارائه بشه. در سطح دوم ما می‌آییم و خدمات تخصصی تری رو در نظر میگیریم. مراقبت های سطح دوم خدمات تخصصی تری هستن و خدمات بیمارستان های عمومی رو شامل میشه و خدمات در سطح سوم رو به خدمات بیمارستان های تخصصی در نظر میگیریم و میگیم مراقبت های سطح سوم. ما به تفکیک مناطق جغرافیایی هم میتونیم سطوح PHC رو تعریف بکنیم. برای اینکه مراقبت های بهداشتی اولیه در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیره لازم هستش که این خدمات رو در روستاها و شهرها به تفکیک ما انجام بدیم. خدماتی که در روستاها انجام میشه در سطح اول در خانه های بهداشت انجام میشه. سطح دوم به مرکز بهداشتی درمانی روستایی مربوط میشه و سطح سوم به مرکز بهداشت شهرستان یا بیمارستان و کلینیک تخصصی شهرستان مربوط میشه. در سطح شهر ما میتونیم سطح اول خدمات رو در پایگاه‌های بهداشتی شهری ارائه بکنیم. سطح دوم مراکز بهداشتی و درمانی شهری هستند و سطح سوم مرکز بهداشت شهرستان، بیمارستان و کلینیک تخصصی شهرستان هستش. این شکل سطوح PHC رو در سطح شهر و روستا نمایش میده. همونطور که مشاهده میکنید مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز بهداشتی درمانی شهری رو به صورت تفکیک شده نشون داده. میگه در زیر گروه مراکز بهداشتی درمانی روستایی خانه های بهداشت وجود دارن که هر خانه بهداشت خودش میتونه چند تا روستا رو به اسم روستاهای قمر تحت پوشش قرار بده. همه روستاهای ما خانه بهداشت ندارن که این رو من در قسمت های بعدی مفصل‌تر توضیح میدم. بسته به تعداد جمعیتی که یه روستا داره میتونه خودش شامل یه خانه بهداشت بشه و یا اینکه اگه جمعیت کمتری داره در زیرگروه روستاهای قمر قرار بگیره و زیر نظر یک خانه بهداشتی که در روستای نزدیک اون قرار داره قرار بگیره. چندین خانه بهداشت زیر نظر یک مرکز بهداشتی روستایی قرار میگیرن و سطح بعدی ارجاع به مرکز بهداشت شهرستان. شهرهای اون منطقه هم به همین ترتیب پایگاه‌های بهداشتی دارن که هر چند پایگاه بهداشتی زیر نظر یه مرکز بهداشتی درمانی شهریه و بعد از اون می‌بینیم که خدمات کامل‌تر رو می‌تونیم توی مرکز بهداشت شهرستان داشته باشیم. مداخلاتی که در سطح مراقبت‌های بهداشتی و اولیه مطرح میشه چه مداخلاتیه؟ تأکید برنامه‌ریزان سلامت باید متوجه تقویت مراکز در سطح اول ارائه خدمات باشه. بنابراین اگر برنامه‌ریزی میخواد در سطح سلامت جامعه انجام بشه ابتدا باید سطوح اول مراقبت‌های اولیه رو در نظر بگیریم، یعنی همون سطح خانه‌های بهداشت یا پایگاه‌های بهداشت. ارائه مراقبت‌ها در این سطح
و از این مجموعه اونها از نظر اقتصادی کار هزینه اثر بخش تری هست. بیمارستان ها محل ارائه خدماتی هستند که به بیماران ارجاع شده از سطوح مراکز بهداشت درمانی اطلاق بشه. کسانی که نتونستن از خدمات درمانی کافی به لحاظ تخصصی در مراکز بهداشتی و درمانی استفاده کنند به بیمارستان ارجاع داده میشن. پس در توزیع خدمات باید توجه بشه که هر سطحی کامل کننده خدمات سطح قبلی خودش باشه، نه اینکه تکرار بکنه خدمات رو. و قابل تاکید هستش که به دلیل اهمیت برخورداری تمامی مردم از مراقبت‌های بهداشتی اولیه، باید توزیع واحدهای ارائه دهنده خدمت سطح اول به طوری باشه که هیچ جمعیتی از جامعه از محدوده عمل خارج نباشه و طوری نباشه که جمعیتی از یک جامعه، حالا به خصوص در روستاها که مناطق محروم تری هستند، اینها تحت پوشش قرار نگیرن. تغییراتی در جهت حرکت PHC اتفاق افتاده. پوشش‌های اولیه‌ای که در اجرای PHC بود، تمرکزش بر دسترسی مداوم به بسته اساسی و داروهای اساسی بود، تمرکز روی سلامت مادر و کودک، روی تعداد کمی بیماران عفونی یک محل، به روی بهبود بهداشت آب و سلامت محیط روستا، تکنولوژی ساده و کارکنان غیر حرفه‌ای بومی، استفاده از مشارکت محلی و مدیریت از پایین به بالا و ارزان بودن و اینکه سرمایه‌گذاری کمی بخواد. اما مسائلی که اکنون در PHC مطرح میشه اینه که هدف گذاری برای دسترسی عموم برای سلامت اجتماعی، توزیع سلامت برای همه اقشار جامعه، پاسخ وسیع به انتظارات مردم و طیف وسیع تری از بیماری ها، ارتقای روش زندگی سالم برای مردم، به وجود اومدن تیم هایی که به تکنولوژی و داروهای اساسی دسترسی داشته باشند، مشارکت رسمی در قالب یک جامعه مدنی و ارزان نبودن ولی سرمایه گذاری قابل توجیه داشتن رو مطرح بکنه. مسئله اینکه تکنولوژی که مورد استفاده میخواد قرار بگیره ارزان شاید نباشه ولی سرمایه گذاری که روی اون میشه قابل توجیه باشه. چالش های کلیدی که تو اجرای مراقبت های اولیه بهداشتی در کشورهای در حال توسعه مطرح میشه شامل این موارده. مسئله منابع مالی کم و ناکافی یکی از موضوعات اساسی کشورهای در حال توسعه هست. ناکافی بودن آموزش ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز اونها، از طرفی کیفیت پایین مراقبت هایی که ارائه میشه و بعد مسائل و مشکلاتی که در نظام ارجاع ایجاد میشه و بعد مسئله سرمایه گذاری کشورها و تمایل بیشتر اونها در صرف هزینه هاشون در سطح دوم و سوم. بیشتر کشورها تمایل دارن که بیمارستان های مجهزی بسازن تا اینکه هزینه بکنن در سطوح اول خدمات. اما نظام ارجاع و پزشک خانواده چیه؟ چیزی که ما در سطح بندی خدمات برای ارائه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی هم دائم به اونها اشاره میکنیم. نظام ارجاع منظور خدمات پزشکی هستش که در اون بیماران باید طبق یک سلسله مراتب به مراکز درمانی مراجعه بکنن. در این شیوه سطوح ارائه خدمات از عمومی به خدمات تخصصی، از خدمات پیشگیری اولیه تا درمانهای پیچیده و پرهزینه رو در بر میگیره که با در نظر گرفتن نقش پزشک خانواده باید اجرا بشه. در کشور ما هم برای رسیدن به اهداف ارزشمندی مانند توزیع عادلانه سلامت، افزایش سطح سلامتی، افزایش پوشش خدمات سلامت و کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش پاسخگویی در بازار سلامت، از پزشک خانواده و نظام ارجاع استفاده میشه که از سال 1384 تا کنون این طرح اجرا شده و اجرا میشه. در نظام ارجاع در صورتی که نیاز به خدمات تخصصی باشه، پزشک خانواده بیمار رو به متخصص ارجاع میده و بعد متخصص بر اساس تشخیص و درمان فرمی رو به عنوان فرم بازخورد یا پسخوراند ارجاع تهیه میکنه و اون رو به پزشک خانواده دوباره ارجاع داده میشه تا پیگیری های بعدی توسط اون پزشک خانواده انجام بشه. سطبندی خدمات باعث میشه تا مراجعه مکرر و غیر ضروری به مراکز تخصصی کم بشه
و به این ترتیب ما از منابع مادی و انسانی کمتری استفاده کنیم و اتلاف منابع ما ازش جلوگیری میشه. اگه حرکت در مسیر ارجاع اتفاق بیفته، بیماران خدمات مورد احتیاج خودشون رو با کیفیت بهتری دریافت میکنن. ما سطوح ارائه خدمات و نظام ارجاع رو میتونیم تو این شکل مشاهده بکنیم. همونطور که مشاهده میکنی، ما یه سری روستاهای قمر داریم که اینها تحت نظر یک خانه بهداشت روستایی قرار دارن. خانه های بهداشت روستایی و شهری هر کدوم به مراکز بهداشت درمانی شهری و روستایی میتونن ارجاع داشته باشن و بعد از اون به بیمارستان عمومی شهرستان و اگر لازم باشه به بیمارستان تخصصی ارجاع بکنن. ما زمانی که بیمارانمون نخوان از این سیستم ارجاع استفاده کنن، شاهد این هستیم که یک فرد به دلیل بیماری خودش به دنبال متخصص میگرده، خودش به دنبال بیمارستان تخصصی میگرده و معمولاً باعث میشه وقتی سیستم ارجاع وجود نداشته باشه، افراد در کار خودشون سردرگم باشن، ممکنه که به یک تخصص غیر ضروری مراجعه بکنن و به این ترتیب منابع و هزینه های زیادی رو هم پزشک انجام میده و هم بیمار انجام میده تا یک کاری که شاید اصلاً نیازی نبود اتفاق بیفته. امروزه در کشورهای توسعه یافته سیستم ارجاع و پزشک خانواده به خوبی جا افتاده. متاسفانه هنوز هم در کشور ما سیستم ارجاع با اون شکلی که باید اجرا نمیشه و بسیاری از بیماران ما سردرگم هستن و نمیدونن که از کدوم واحد به کدوم واحد باید مراجعه بکنن و گاهی اوقات به خصوص تو بخشای شهری ما شاهد این موضوع هستیم که افراد از سیستم ارجاع و نظام ساعت‌بندی خدمات استفاده نمی کنن. کمتر کسی در واحدهای شهری به پایگاه‌های شهری و یا به مراکز بهداشتی درمانی شهری مراجعه میکنه. البته باید دقت بکنیم که نظام ارجاع در حال حاضر در واحدهای روستایی بیشتر اجرا میشه. امیدوار هستیم که با ساعت‌بندی خدمات و نظام ارجاع تمامی آحاد مردم بتونن به خدمات مراقبتی مورد نیازشون به نحو احسن دسترسی داشته باشن. مبحث فصل ششم در اینجا به پایان میرسه و امیدوار هستم که مطالب این فصل برای شما مفید و مؤثر بوده باشه. شاد و پیروز باشید.